بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در رابطه با انواع علم صحبت میکنیم. در جلسات گذشته صحبت کردیم که علم انسان رو به سعادت میرسونه و میتونه سعادت دنیوی و اخروی انسان رو تضمین بکند. اما باید این یادآوری رو کرد که علم انواعی دارد، دانش انواعی دارد و باید توجه داشته باشیم که کدوم دنبال کدوم دانش هستیم. این تقسیم بندی رو امام محمد ابو حامد غزالی در کتاب احیای علوم دینش آورده. میگه نکته اول این هست، علمی است که کم و زیادش مذموم هست، پذیرفتنی نیست. علم دوم این هست که کم و زیادش محمود و پسندیده هست. نکته سوم این هست که و نوع سوم علم این هست که کمش خوبه اما زیادش خیلی پسندیده نیست. شاید این سوال پیش بیاد که مگر می شود که علم و دانشی وجود داشته باشد که مذموم باشد و بد باشد؟ همهش بله. سحر، جادو، کفریات، خیلی از این چیزهایی که وجود دارند، اخلاقهای بد، اینها کم و زیادشون مذموم هست، بد هست. حق نداره کسی سحر یاد بگیره، حق نداره کسی جادو یاد بگیره، حق نداره کسی کفریات یاد بگیرد، مگر اینکه خب برای یک علت خاصی کسی میخواد یاد بگیرد تا رد بکند، وگرنه اینها عمومشون در واقع بد هستند. و علومی که خیر هستند، کم و زیادشون خیر هست، علم شریعت هست، علم دین هست، علم عقیده و ایمان به الله متعال هست، ارکان ایمان، ارکان اسلام، فقه، شریعت، اینها هر چقدر انسان بیشتر بداند بهتر هست، ممدوح هستند، پسندیده هستند که انسان در این مسیر حرکت بکند و هر چه بیشتر بهتر. پس این سری علوم بسیار ممدوح و پسندیده هستند و علومی که مقدار مخصوصی از اونها مورد توجه هستند و باید به متوسطشون پرداخت، در واقع در خیلی از مسائل اجتماعی، مسائل روز، ما باید به اندازه نیاز از این علوم استفاده بکنیم و بیشتر از نیازمون از این علوم استفاده نکنیم. نیازی نیست. بعضی ها نه سیاستمدار هستند، نه داخل سیاست هستند، نه خیلی بهشون ارتباطی داره، 24 ساعت مسائل سیاسی میخونند، زندگیشون فلج هست، زندگیشون به هم ریخته، کارو کاسبی نمی کنن، دنبال زندگی نمیرن، دنبال اخبار خوندن هستن. خب این جایز نیست، این مشکل وجود داره. بعضی ها به جای این که به اصلاح خودشون بپردازن، عیبهایشون رو اصلاح بکنن، به دنبال این باشند که یک شهروند خوب باشند، به تعبیر امروزی یک انسان صالح باشند، فقط دنبال مطالعه هستن، به خودشون نمیرسند، به اصلاح رفتار، عیوب و که در دل دارند، حسد، کینه، دشمنی، این چیزهایی که در خودشون وجود دارد، بینها نمیپردازند، به دنبال اونها هستند. خب این مذموم هست. چنین علم و دانشی در واقع به درد نمیخورد و انسان باید ازش پرهیز بکند. شما ببینید، علم و دانش برای انسان مانند آب و غذا برای انسان هست. اگر انسانی به اندازه نیازش آب و غذا بخورد، خوبه، سالمه، تندرست هست. اما اگر پرخوری بکند،
زیاده روی و افراط بکند در خوردن چی میشه؟ مریض میشه. عملا دچار مشکل هست و مریض میشه، سر از بیمارستان در میاره و دچار مشکل میشه. علم و دانش هم اینطوری است. اگر انسان علم و دانش به اندازه نیاز و ضرورت خودش و جامعهش ازش استفاده بکند، خب مفید هست برای زندگی معنویش، برای زندگی مادیش، برای سعادتش، برای همه چیز مفیده. اما اگر اضافه از این باشد، اسراف بکند، به مواردی بپردازد که نه به درد خودش زیاد میخورند و نه به درد جامعه میخورند، خب این دچار بیماری میشه و دچار مشکل میشه. و همچنین یکی از اون علمهایی، انواع علمی که مفید نیست و مذموم هست، اون علمی است که صاحبش بهش عمل نمی کند. از قدیم گفتند عالم بی عمل مانند درخت بی ثمر هست. چه فایده از اون علم و دانشی که عمل درش نباشد؟ به تعبیر اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود بعضی از زمینها شورزار هستند. وقتی باران میبارد آب از بین میرود و نه خود اون زمین از آب استفاده میکند و نه دیگران استفاده میکنند. اینها مانند کسی است که دنبال علم نمیرود. و فرمود اون زمینی که سخت هست و آب رو در خودش نگه می‌دارد اما گیاهی درش نمی‌روید چون سخت است، آب درش نفوذ نمی‌کند، فرمود این مانند کسی است که علم می‌خونه اما خودش از علم خودش استفاده نمی‌کنه. خب اگر از علم خودش، اما دیگران استفاده می‌کنند البته در اینجا، ولی خب اون علمی که صاحبش بهش عمل نکنه علم مفیدی نیست. الله متعال در این زمینه می‌فرماید واتلو علیهم نبع الذی آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها. بر اینها جریان و داستان کسی رو تعریف کن که ما آیاتمون رو بهش دادیم، علم دادیم، اما اون علم رو رها کرد. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. شیطان به دنبال شیطان افتاد، شیطان به دنبال اون افتاد و ازش پیروی کرد و گمراه شد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. الله میگه اگر ما میخواستیم به وسیله این علم او را بلند میکردیم، اما او خودش از هوا و هوس و خواهشات نفسانی خودش پیروی کرد و به سوی پستی و به سوی زمین رفت. بعدش الله متعال میفرماید فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. مثال این شخص مانند سگ هست که اگر رهایش هم بکنی زبانش بیرون است و اگر دنبالش هم بیفتی زبانش بیرون هست. یعنی اینها انسانهای بیفایده هستند. ذالک مثل القوم الذی کذبوا بآیاتنا. این مثال قومی است که آیات ما رو تکذیب کردند. فقصص القصص لعلهم یتفکرون. داستان رو برایشون بگو تا اینکه اینها پند بپذیرند. پس یکی از اون علمهایی که مذمت هست علمی است که انسان به علم خودش عمل نمی کند. قرآن کریم در آیات دیگه هم مذمت کرده که کسانی که لما تقولون یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا ادعاهایی دارید، صحبتهایی می کنید که بهشون عمل نمی کنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. گناه بزرگی است نزد پروردگار که ادعا بکنید، حرف بزنید، ادعای علم بکنید اما خودتون بهش عمل نکنید. اینه که این مسئله مهم هست. البته من اینجا یک نکته یادآوری بکنم که شاید برای بعضی ها اشکال پیدا بشه که فرض کنید یک عالم، یک دعوتگر به فرایض که واجبه که عمل بکنه، از محرمات واجب هست که پرهیز بکند، اما به همه نوافل نمیتونه عمل بکنه به هر دلیلی، آیا می تواند این مستحبات و نوافل رو تبلیغ بکند؟ علما میگن بله، هیچ اشکالی ندارد. در نتیجه باید مواظب باشیم که یک دفعه دچار این مشکل نشیم. گرچه بهتر و اولاتر و شایسته‌تر این هست که یک عالم و یک دعوتگر به همه مستحبات هم عمل بکند و بعد تبلیغش بکنه که تأثیرش بیشتر می شود. اما اگر نکرد، میتونه به مستحبات عمل نکرد، میتونه
در واقع کار دعوت رو انجام بده و امر به معروف و نهی از منکر بکنه و مردم رو به مستحبات تشویق بکنه. این چیزی بود که خود بنده مدت‌ها نگران این موضوع بودم تا اینکه خب خیلی از مستحبات رو ما متاسفانه باید بگم عمل نمی‌کنیم، تا اینکه این سخن علما رو که سخن محکمی هم هست و مستند هم هست یافتم و یک مقداری انسان احساس آرامش می‌کنه. به هر حال یکی از اون علومی که هم فایده نداره علمی است که مادی باشد، به خاطر پول باشد، به خاطر ماده باشد، نه به خاطر رضایت خداوند، این هم فایده ای ندارد و در واقع جزو علوم غیر مفید هست. قرآن کریم میفرماید افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا در روی زمین سیر نکردند تا اینکه ببینند عاقبت کسانی که قبل از اینها بودن چطوری بود؟ کانوا اشد منهم، کانوا اکثر منهم و اشد قوه، تعدادشون بیشتر بود، توانایی بیشتری داشتند و آثارم فی الارض، آثار بیشتری در روی زمین داشتند. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اما این چیزهایی رو که به دست آورده بودند براشون کاری نساخت. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، علم داشتند، دانش داشتند، به اصطلاح امروزی تمدن داشتند، اختراع داشتند، اکتشاف داشتند، مال و ثروت داشتند، وقتی پیامبران دلایل روشن داشتند، دلایل روشن رو آوردند، اونها به اون علمشون مغرور شدند و گفتن ما که انسان‌های پیشرفته‌ای هستیم، از این پیامبران چرا اطاعت بکنیم؟ اینها حرفای قدیمی میزنند، حرفای کهنه میزنند، حرفای علکی میزنند، ما که پیشرفته هستیم، ما که تمدن چند هزار ساله داریم، ما که اختراع داریم، ما که اکتشاف داریم. این علم مادیشون باعث شد که از علم معنوی که انبیا علیهم السلام آوردند غافل بشند و دور بشند و تکبر بورزند و دعوت رو و حقانیت رو و توحید رو و یکتاپرستی رو قبول نکنند. این علم هم علم مذمومی است. شما اختراع بکن، اکتشاف بکن، علوم مادی رو به دست بیار، شاکر پروردگار باش، خالقت رو عبادت کن. مشکلی که امروز ما در دنیای غرب و در دنیای اروپا و در خیلی از کشورهای مسلمان مواجه شدیم، بهشون میگیم آقا نماز بخونید، روزه بگیرید، به سوی دعوت بیایید، میگن شما حرفای 1400 سال پیش رو تکرار میکنید، مردم در کره ما هستن، در کره مریخ هستن. مگه ما که به شما نگفتیم در به کره ماه نرید، به کره مریخ نرید، اکتشاف نکنید، اختراع نکنید؟ ولی مشکل شما متاسفانه این هست، ببینید در کشور اسلامی که نه به کره ماه و مریخ میرید و نه مردمی میگذارید نماز و روزه بگیرند و زکات بدن و کار خیر انجام بدن. حداقل غربی ها و اروپایی ها اگر در واقع دعوت رو نپذیرفتند ولی اختراع اکتشاف کردند، ولی این بیدینان کشورهای ما و سکولارهای کشورهای ما نه ما رو به کره ماه و مریخ و صنعت و علم و تکنولوژی رساندند و نه هم میگذارند مردم عبادت بکنند. خسر الدنیا و الاخره کردند ما رو. حالا اگر اون غربی ها خسر الاخره کردند، دنیای مردم رو حداقل آباد کردند. ولی بحث ما در اینجا این هست که اون علم و دانشی که جلوی انسان را بگیرد و نگذارد که انسان راه دعوت و راه انبیا را در پیش بگیرد، اون علم مذمومی است که قابل پذیرش نیست. و علم دیگر اون علمی است که ظاهر حیات دنیا را بپردازد و انسان را از آخرت غافل بکند. الله متعال می‌فرماید وعد الله وعد الله لا یخلف الله وعده، این وعده الهی است و الله متعال وعده‌اش را خلاف نمی کند. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمی دونند. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهر زندگی دنیا رو می بینند و هم عن الاخرت هم غافلون، و اونها از آخرت غافل هستند. اون علم دنیایی و اون امور دنیوی که باعث غفلت انسان از آخرت بشوند مذموم هستند. انسان‌های عاقل، انسان‌های دانشمند هر چقدر که پیشرفت بکنند در علم و دانش فروتن‌تر می‌شوند در برابر پروردگارشون. عبادت و بندگی بیشتری انجام میدن در برابر پروردگارشون برخلاف انسان‌های متکبر. اون علمی که صاحبش را
باعث غرور صاحبش می شود، غرور در ثروت، غرور در قدرت. اون علم هم مذموم هست و چه بسا انسان رو به هلاکت برساند. شما جریان قارون رو در قرآن کریم دارید که وقتی که نصیحتش کرد، نصیحت شد که شما دست از این کارهاش بردارید، قال انما اوتیته علی علم عندی، گفتن این مال، این ثروت رو پروردگار بهت داده، بیا پروردگارت را عبادت کن، بیا پروردگارت رو بندگی کن. قال انما اوتیته علی علم عندی، گفت نه، من علم داشتم، بر اساس شناختی که داشتم، بر اساس زرنگی و شناختی که داشتم این ثروت میلیاردی رو جمع‌آوری کردم و به سوی پروردگار نمیام. خب این علم و دانشی که باعث ثروتی بشود و باعث قدرتی بشود که خدا فراموش بشود، قرآن فراموش بشود، دین و دعوت فراموش بشود، این مذموم هست، پسندیده نیست. و چه بسا پول و چه بسا ثروت و چه بسا منصب که انسان اینها رو با علم و دانشی که داره کسب میکنه باعث غرور انسان میشوند و باعث هلاکت و نابودی انسان میشوند و انسان باید از اینها پرهیز نماید. و علم دیگر و یکی از انواع علم دیگری که مذموم هست و انسان نباید به دنبالش باشد، اون علمی است که باعث اختلاف میشود. شاید برای شما جالب باشه که بگم که این ملاها بودند که در واقع این همه اختلاف و این همه فرقه و این همه گروه و این همه انحرافی که و بدعت و خرافاتی رو که ما در دنیا میبینیم توسط ملاها ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که بعد از اینکه علم به اونها داده شده. هل افسد الدین الا الملوک و احبار و سوء و رهبانها، دین رو یا پادشاهان به فساد میکشند یا ملاها و آخوندها به فسادش میکشند. و اون دینی که، علمی که، حتی علم دینی که باعث اختلاف در دین بشود، باعث انحراف در دین بشود و باعث فرقه و گروه در دین بشود، اون هم مذموم هست و باید ازش پرهیز کرد. و قرآن کریم میگه شما امت واحده بودید، بعد از اینکه علم اومد به خاطر بغاوت، به خاطر حسادت، به خاطر این سری چیزها انحراف ایجاد شد. خداوند همه ما و شما رو حفظ بکنه و علم مفید عنایت بکند. به این خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه میفرمود اللهم انی اسالک علما نافعا، علم نافع از تو میخواهم. و پناه میبرد، میگفت که اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من از علمی که فایده ای ندارد به تو پناه میبرم. این است که علم ها میتونن مفید باشن و غیر مفید باشن و اینو علم مفید است که انسان رو به سعادت میرسونه. تا جلسه دیگر، وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.